محور نشست سی جانبه میان چین، پاکستان و افغانستان همکاری های امنیتی و زمینه‌سازی برای آغاز گفتگوهای میان افغان‌ها گفته شده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که هر دو کشور از رهایی زندانیان از سوی حکومت افغانستان استقبال کردند و از طالبان خواستند که خشونت ها را کاهش بدهند. حمایت از این کشورها از روند صلح افغانستان که به خیر دمی چوکات اعلامی مشترک من خدمتتان روان میکنم بسیار واضح بود و پیشاپیش آغاز مذاکرات بین افغانی تدویر همچون مجالس میتونه که بسیار اطمینان بخش باشه در روند آغاز گفتگوهای صلح و به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح بین افغانی. وزارت خارجه افغانستان انتظار دارد تا گفتگوهای میان افغان‌ها در ماه روان میلادی برگزار شود. این وزارت تاکید می‌کند که با پشتیبانی چین و پاکستان برای آغاز این گفتگوها نیاز جدی است. بدون شک که چین بالای پاکستان و پاکستان بالای طالبان نفوذ قوی و مستقیم دارد و این دو کشور بیشتر از هر کشور منطقه میتواند در روند صلح افغانستان رول مهم بازی کند. اما من فکر نمی‌کنم که چنین نشست‌های رسمی یک دو سه روزه دستاور داشته باشد. دولت افغانستان کوشش می‌کند تا آزادرسی حکومت جدید برای روند صلح بعضی تلاش‌ها را داشته باشد، اما برای روند صلح اعتماد سازی و وادار ساختن کشورها به یک لابی دیپلماتیک نیاز دارد. حکومت افغانستان میگوید که برای آغاز گفتگوهای میان افغان‌ها گام‌های عملی برداشته و طالبان نیز باید این گام‌ها را بردارند. افغانستان خلق متقسم دی، یک طرف طالب دی او بل طرف حکومت دی، بل طرف ملت دی. و دوالو طرفو باید چی دی و نظم و ترتیب په نسبت باندې د ملت څخه کومک وغواړي، نو په هغه صورت کې بیا به پوره نمایندګي د افغانستان خلکو ممکن. اوسنی حالت کې چې اوس یوازې حکومت ورسره کښېني او طالب نه وي او ملت نه وي، دا بیا زما فکر باندې هغه تاثیر چې موږ او توقع ارزو لرو هغه تاثیر کېدلی شي چې نه وي. دیروز نیز نشست میان نمایندگان 20 کشور منطقه، ملل متحد و ایالات متحده امریکا به میزبانی حکومت افغانستان برگزار شد. با گفته وزارت خارجه افغانستان در این نشست شرکت کنندگان افزایش خشونت ها را از سوی طالبان محکوم کردند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدا آمریکا، کابل.